شهدا و مجاهدان سرآمدان دوران و بزرگداشت و احیای یاد و منش شهیدان امری بسیار ضروری در کنگره سرداران و ده هزار شهید استان مازندران در ساری متن بیانات و رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری این کنگره پخش شد که در آن حضرت آیت الله خامنه ای با تجلیل از حرکت عظیم جوانان در دفاع مقدس دفاع مقدس را آزمون بزرگ ملت در بروز استعدادها توصیف و بر انجام اقدامات تحقیقی و هنری برای معرفی سیره و زندگی شهیدان تاکید کردند مراسمی که آغازش با عطر و بوی آنانی پر شده بود که از خود گذشتند تا دین و وطن باقی بمانند اینان سه شهید گمنامی هستند که بر دستان مردم قدر شناس یادواری ده هزار شهید استان مازندران صبح امروز با پخش بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دستن در کاران کنگره بایشان آغاز می شود رهبر معظم انقلاب اسلامی شهدا و مجاهدان را سرامدان دوران معرفی و تصریح کردند بزرگداشت داشت و احیای یاد و منش شهیدان با انجام کارهای پژوهشی و تولید آثار مکتوب و چند رسانه از سیره و زندگی آنان امری بسیار ضروری است که لازم است کارهای صورت گرفته در این زمینه عمیق دقیق و با بهرهگیری از هنر و تحقیق باشد تا ماندگار و اثرگذار شود ایشان حرکت عظیم جوانان در دفاع مقدس را معجزه انقلاب اسلامی خواندند و خاطر نشان کردند دفاع مقدس علاوه بر اینکه آزمون بزرگی برای ملت ایران بود آزمونی برای بروز استعدادهای برجسته اشخاص و مناطق مختلف کشور نیز بود و این عرصه بزرگ باعث شد تا استعدادهای مکنون کشور هرچه بیشتر بروز یابد رهبر انقلاب همچنین با اشاره به سابقه دیانت، فداکاری، وفاداری، اخلاص و کارنامه درخشان استان مازندران از نقش مردم این استان در صحنه های مختلف انقلاب از جمله دوران دفاع مقدس و سازندگی قدردانی کردند. مردم مازندران واقعا فداکاری کردند. از خودگذشتگی کردند، جوانهاشون رو فرستادند. بنده همون وقتم دیده بودم لشکر 25 کربلا رو چقدر اینا رفتن جبهه چقدر هی رفتن و برگشتن چقدر در اونجا موندن که در طول هشت سال بیش از ده هزار شهید اینا تقدیم کردن معامله برد برد شهیدان با خدای خود این سخنی بود که رئیس رسانه ملی به عنوان سخنان ویژه مراسمی امروز بیان کردند رئیس رسانه ملی با تقدیر از مردم شهید پرور استان مازندران گفت این تجمع عظیم نشان از حق شناسی مردم نسبت به شهدا و وفاداری به خط مقاومت و ادامه راه آنان است رئیس سازمان صدا و سیما افزود بر اساس آیات قرآنی مؤمنان جان و مال خود را با خدای خیش معامله می کنند که بر اساس وعده الهی برد آنان در هر شرایطی تضمین شده است آقای زرقامی افزود شهدا خانه خود را بر زمین استوار و محکم برپا داشتند در حالی که بنای خانه دشمنان خدا و منافقان کوردل بر زمین سوس و ناپایدار است و هر لحظه در حال فروپاشی و نابودی است رئیس رسانه ملی با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره شهدای مازندران گفت ایشان با بیان افتخارات دوران دفاع مقدس و سیر تکامل جوانان کم تجربه آن زمان به بزرگترین فرماندهان و طراحان نظامی نقشه بی بدیل شجاعت، انگیزه و توکل بر خداوند را به نسل‌های جدید یادآوری می‌کنند. آقای زرگامی همچنین با ذکر نمونه های از برخی سخت گیری های دیپلماتیک برای هیئت‌های های ایرانی در خارج از کشور اقدام بیزابطه و خلاف عرف سیاسی هیئت پارلمانی اروپا در ملاقات با برخی مجرمان فتنه 88 را محکوم کرده و آن را نشانه تساهل و تسامح نظام و آزادی بی و هست در مقایسه با دیگران دانستند. در این مراسم همچنین از تمر یاد بود سایت جامعه شهیدان مازندران و, و چند کتاب با موضوع دفاع مقدس رونمایی شما عزیزان برسونم چاپ بیش از صد عنوان کتاب در موضوع دفاع مقدس در نو...